سرخط مهمترین ها. نگرانی از من کمک های امریکا به افغانستان. قرار است طرح از سوی کنگره امریکا تصویب شود که ارائه هر نوع کمک پنتاگون به افغانستان را ممنوع خواهد کرد. امریکا از هر نوع فشارهای می خواهد که برای طالبا استفاده کند. سیاست امریکا در قبال افغانستان از دید خلیلزاد. For now engagement is there but presence in Afghanistan embracing the Taliban. زلمی خلیلزاد میگوید واشنگتن طرفدار انزوای سیاسی افغانستان نیست. کاهش بهای مواد نفتی در بازارهای جهانی. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید با رسیدن نفت از جهان بهای نفت در افغانستان کاهش خواهد یافت. او دا که چرت ادامه پیدا که زبودی باوریم که در تیل و نرخ به جهان که راه کتش. و سفر جو بایدن به عربستان سعودی و توافق دو طرف. وقت بر شما بخیر. شما بیننده مهمترین ها در این ساعت خبری است. یک، با من ادریس فاروقی هستید. قرار است طرح از سوی کنگره امریکا تصویب شود که بر بنیاد آن ارائه هر نوع کمک به افغانستان از سوی وزارت دفاع این کشور ممنوع خواهد شد. این طرح که بخشی از بودجه دفاعی سال 2023 امریکا است، قرار است هفته جاری از سوی کنگره تصویب شود. همزمان شمار از آگاهان این طرح را یک ابزار فشار بر امارت اسلامی عنوان می کنند. اسدالله حکیمی گزارش می دهد. نگرانی از منع کمک ها به افغانستان از سوی امریکا. کنگره امریکا می خواهد در بودجه دفاعی سال 2023 این کشور مانع کمک ها به افغانستان شود. نشریه اینترسپت به نقل از منبعها گزارش داده که با تصویب این طرح که هفته جاری صورت می گیرد، هر نوع کمک وزارت دفاع امریکا به شمول مواد غذایی و تجهیزات پزشکی به افغانستان متوقف خواهد شد. شمار از آگاهان این طرح را یک ابزار فشار بر امارت اسلامی عنوان می کند و می گویند که با تصویب این طرح آزادسازی پل های افغانستان هم با مشکل روبرو می شود. این واضح و روشن است که امریکا از هر نوع فشارهای می خواهد که برای طالبا استفاده کند تا که خواسته های خود را تعمیل بسازد. و دومی که اگر در مسئله مسائلات افغانستان از طریق دفاع و یا دیگه ارگانج کانگرس هر فیصله که می کنید مربوط داخل خود امریکا است، مسئله داخلی شان است و افغانستان هم نمیتونه که تقاضا کنه که حتما پول یا مسئله برای ما بکنید یا نکنید. دادخواهی های هم برای تغییر این طرح در امریکا صورت گرفته است. الهان عمر عضو مسلمان مجلس نمایندگان امریکا خواستار تغییر این طرح شده و با انتقاد گفته که به جای محدودیت های بیهوده تلاش بر رساندن کمک های بشردوستانه به افغانستان شود. افغانستان با یکی از وحشتناکترین بحران‌های بشر دوستانه بر روی زمین روبرو است. ما باید تمام توان خود را برای رساندن کمک‌های بشر دوستانه به مردم افغانستان انجام دهیم، نه اینکه محدودیت بیهوده بر کمک‌ها ایجاد کنیم. امریکا از سال 2001 تا سقوط جمهوریت بیش از 2 تریلیون دلار در بخش‌های گوناگون به افغانستان کمک کرده که بخش بزرگ آن از بودجه نظامی واشنگتن هزینه شده است. چند پیش هم وزیر خارجه امریکا 50 میلیون دلار به آسیب دیدگان زمین لرزه پسین در افغانستان تعهد کرد. ولی که رسمان این را یا ختم می کنند به این معناست که در آینده هم اگر بخواهند کمک کنند نیاز به یک تصویب جدید دارند و بدون یک تصویب نو این کمک‌ها را سر گرفته نمی‌توانند. و البته اقتصاد جنگی که متکی به کمک‌های خارجی بود او باعث یک منبع استخدام و منبع قدرت خرید بر خانواده امیدش نمیره. با روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان در انزوای سیاسی به سر میبرد و اکثر کمک‌های خارجی هم قطع شده است. بر بنیاد آمار سازمان ملل 23 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
زلمه خلیلزاد دیپلمات پیشین آمریکایی میگوید که واشنگتن طرفدار انزوای سیاسی و شکست اقتصادی و امنیتی افغانستان نیست. خلیلزاد تاکید دارد که ایالات متحده در حال چانه زنی با رهبران طالبان است تا موارد اجرا نشده توافقنامه دوحه را به اجرا بگذارند. به گفته این دیپلمات آمریکایی، آمریکا به افغانستان برنمیگردد مگر اینکه توافقنامه دوحه از سوی حکومت سرپرست افغانستان به گونه‌ای به اجرا گذاشته شود. گزارش از سهیلا یوسفی. تأکید بر تطبیق توافقنامه دوحه شرط آمریکا برای حضور دوباره سیاسی در افغانستان. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در افغانستان و نیز نماینده وزارت خارجه این کشور در گفتگوهای صلح دوحه میگوید در صورت که اگر توافقنامه دوحه به گونه کامل از سوی حاکمان جدید به اجرا گذاشته شود آمریکا به افغانستان برخواهد گشت. این به نفع ما نیست که افغانستان یک کشور منزوی و شکست خورده باشد. ما در حال چانه‌زنی با طالبان هستیم، زیرا موارد از توافقنامه دوحه هنوز از سوی طالبان عملی نشده است. لذا ما نمی توانیم دوباره به افغانستان برویم تا زمانی که طالبان موارد تمام نشده توافقات خود را به اجرا نگذاشتند. از دیدگاه مردم افغانستان و از دیدگاه دنیا و امریکا مذاکرات دوحه ناتمام ماندن به خاطر که به یک حکومت همشمول انجام نیافتند. پس لازم است که از طرف مقابل طالبان هم یک هیئت تعیین شود از افغانهایی که خوشنام هستند و زنان و مردان و بتانند که دوباره مقابل طالبان در دوحه بنشینند و این مذاکرات تکمیل شود و منجر شود به ساختن یک حکومت همشمولتر. با این حال این دیپلمات پیشین آمریکایی همچنان میگوید که چالش ها در بخش داشتن تعامل دیپلماتیک با حکومت تازه افغانستان هنوز هم پابرجاست و تا کنون راه حل برای آنها دریافت نشده است. به گفته خلیلزاد تمکین مقام های امارت اسلامی بر پیشنهادهای جامعه جهانی میتواند در موضع‌گیری جهانی تغییر ایجاد کند. اما او تاکید میکند که تا هنوز هیچ گونه خوشبینی در این زمینه وجود ندارد. اما در میان رهبران امارت اسلامی یک مناظره کلان در خصوص همه مسائل افغانستان وجود دارد. زمانی که ما سفارت خود را در افغانستان بستیم به این فکر افتادیم که با طالبان چه باید کنیم. این اکنون هم یک پرسش است. آنها را در آغوش بگیریم یا بر آنها فشار بیاوریم تا در مسیر درستی که در آن به حقوق بشر و حقوق زنان احترام گذاشته شود و فراگیری وجود داشته باشد گام بردارند. فکر میکنم این چالش ها هنوز باقی است. ما رای حل بر آنها نیافتیم. بهتر است که جامعه جهانی و به این جمله امریکا در قدم نخست از مردم افغانستان به خاطر جفا و به خاطر بدمعاملگی که با مردم افغانستان کردن معذرت بخواهند. نظر زلمه خلیزاد در مورد بازنگری از قرارداد دوحه بین افغانستان و امریکا به نظر بنده یک اقدام مثبت و بهتر خواهد بود تا این بازنگری هرچی زودتر صورت بگیره. اگر این بازنگری و رسیدگی به قرارداد منتج به این میشه که مشکل بین افغانستان و جهان غرب حل شوه و هر دو به یک تفاهم برسه، به نظر بنده یک قدم مثبت و نیک خواهد بود. امارت اسلامی اما خود را به تعهداتی که در توافقنامه دوحه با ایالات متحده انجام داده است متعهد می‌داند و تاکید می‌کند که تمام موارد این توافقنامه از سوی آنان به اجرا گذاشته شده و نیز امارت اسلامی تمام شرایط به کسب مشروعیت جهانی را با رعایت حقوق بشر، امنیت سرتاسری و کنترل بر تمام خاک افغانستان به وجود آوردند. امارت اسلامی خو از روز اول باورمند بر گفتگو و مکالمه و دیالوگ است با تمام جناح به شمول ایالات متحده آمریکا. پس قضایه ای که اباد خارجی کشور را در بر میگیرم، ما حاضر با تمام جناح وارد گفتگو هستیم. خلیلزاد میگوید پیش بینی ها از احتمال تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در زمان که آمریکا هنوز در افغانستان حضور نظامی داشت وجود داشته.
بنابراین، آمریکا بر اساس اطلاعات استخباراتی از وضعیت در منطقه تلاش می‌کند که حضور نظامی خود را از افغانستان برچیند و برای رویارویی غیر مستقیم در تبانی با سایر شریکان این کشور در ناتو و خارج از این پیمان در برابر روسیه آمادگی بگیرد. اخیراً وزارت دفاع آمریکا تأکید کرد که شمار از هواپیماهای جنگی و تسلیحات پیشرفتی نظامی را که از افغانستان خارج کرده بودند در اختیار نظامیان اوکراینی گذاشتند و نیز میلیاردها دلار پول که آمریکا سالانه در مأموریت نظامی در افغانستان مصرف می‌کرد اکنون در اختیار دولت اوکراین قرار می‌دهد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید بهای نفت خام در بازار جهانی 10 دلار آمریکایی کاهش یافته. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید تا هنوز نفت بازارهای جهانی به افغانستان نرسیده و هر زمان وارد کشور شود بهای نفت در بازار کاهش خواهد یافت. اتاق تجارت تاکید دارد که یکی از دلیل‌های بلند رفتن بهای تیل در افغانستان توقف تانکرهای تیل در بندرهای کشور است. از سوی هم باشندگان در شهر هم از بلند بودن بهای مواد نفت انتقاد دارند. در این مورد نوید صمدی. کاهش 10 دلار بهای مواد نفتی در بازار جهانی. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید بهای نفت خام در بازار جهانی 10 دلار کاهش یافته و این کار سبب خواهد شد تا نفت در بازار افغانستان هم کاهش یابد. دا طبعا دا دنیا پا بازارونو باند تاثیر که ایزه که چه مخ که پا یو سلو اتا روپای باند پا یو سلو اتا دالر تقریبا اتا نحلس دالر پی بوشکا که پا بی بیلر که تفاوت را غلده او دا که چر تا ادامه پیدا که زب دی باوریم چه دا تیلو نرخ پا پا جهان که رخ کتشی. اتاق تجارت یکی از دلیل‌های بلند رفتن بهای نفت را متوقف ماندن تانکرهای تیل و گاز در بندرهای کشور عنوان می‌کند. گفته می‌شود در حکومت پیشین هم برای ایجاد زمینه‌های فساد بحث استاندارد جدی گرفته می‌شد و در حکومت کنونی هم برای حل چالش‌های استاندارد بودن مواد نفتی تا هنوز کار صورت نگرفته است. دا تر اوسه پورې امارت اسلامي خو اوس وایي چې دغه ستاندارد دی برابر نه دی بې کیفیته دي تاسو یې مه راوړئ. په پخواني دولت کې هم موږ ډېرې چغې ووهلې چې د دې دپاره یو لاره پیدا کړو، اما هغوی د خپل فساد دپاره دا شی جوړ کړی و. زموږ نه په پی ټانکر باندې شپږ سوه اووه سوه ډالر رشوت اخیستو همدغه تیلو ته اجازه ورکول بازار ته عرضه کېدل، اوس دوی اجازه نه ورکوي. از سوی هم در یک روز گذشته بهای یک لیتر تیل دیزل از 127 افغانی به 123 افغانی و تیل پترول از 95 افغانی به 90 افغانی کاهش یافته است. تیل قیمت بود 127 روپیه بود، انشاءالله که شده 123 روپیه میتونه تحصیلات خودم می داشته باشه، ارزان شده میره. فعلا که تیل اوج ارزان شده تا بال وارد افغانستان نشده، گو تیل وارد افغانستان شو ارزان تر دگاه میشه. همزمان با این شهروندان از امارت اسلامی انتظار دارند تا برای کاهش مواد نفتی اقدامات جدی انجام دهند. روز به روز قیمت تیل بالا رفته میره، تنها قیمت تیل نیست، قیمت تمام اشیاء قیمت شده میره و فعلا مردم کلش بیکار است، کوشش میکنه فامیل از راه طریق دریوری از طریق تکسیونی از این خانه خود پر کنه. کوشش دولت دمی باشه برای که مردم دست بگیره کوشش کنه برای کاروبار برای پیدا کنه. تیل فقط کوشش کنه که ارزان شود تیل، دیگه غیر از دیگه چی کاروبار دیگه نیست هیچ برای مردم، دیگه چی کنن مردم، هیچ کار و وظیفه در شهر کابل در جایی نیست در جای. با این همه معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید تا زمانی که تانکرهای تیل و گاز از بندرها و بازار جهانی اجازه نیابند که به افغانستان وارد شوند بهای مواد نفتی همچنان بلند خواهد ماند. اداره گمرک تاجیکستان از افزایش داد و ستد بازرگانی این کشور با افغانستان خبر می‌دهد. اداره گمرک تاجیکستان می‌گوید در 3 ماه نخست سال روان به ارزش 40 میلیون دلار به افغانستان صادرات داشته است. ایمل سیار. افزایش داد و ستد میان تاجیکستان و افغانستان پس از روی کار آمدن امارت اسلامی. اداره گمرک تاجیکستان در اعلامیه از افزایش داد و ستد بازرگانی این کشور با افغانستان خبر می‌دهد. اداره گمرک تاجیکستان می‌گوید در 3 ماه نخست سال روان به ارزش 40 میلیون دلار به افغانستان صادرات داشته که 6 میلیون بیشتر از سال گذشته است. داده یک طرفه بوده اکثر
مال تاجیکستان به افغانستان آمده و ای که افغانستان از انحصار پاکستان و ایران برایه. تاجرای افغان علاقمند است و ترجیح میده نسبت به نزدیکی ایران تا بیشتر مواد خوراکی و مصرفی را از تاجیکستان به افغانستان وارد بکنه که در نتیجه اما خلای کمبود مواد غذایی که در افغانستان است در نتیجه واردات پوره شود. تاجیکستان یکی از صادرکنندگان مهم برق افغانستان نیز است که بخش مهم از برق مورد نیاز افغانستان را تامین می کند. در نتیجه برخورد یک موتر 580 با تیلری در ساحه رباتک ولایت سمنگان بیش از 11 تن کشته و زخمی شدند. مسئولان محلی در بیمارستان ولایتی بغلان میگویند که صبح امروز 11 تن از اثر حادثه ترافیکی به این بیمارستان انتقال داده شدند. در این مورد هم نوید صمدی. کشته و زخمی شدن 11 تن در نتیجه رویداد ترافیکی در شاهراه سمنگان بغلان. شب گذشته در نتیجه برخورد یک موتر 580 با تیلری در ساحه رباتک ولایت سمنگان بیش از 11 تن کشته و زخمی شدند. مسئولان در بیمارستان ولایتی بغلان میگویند که صبح امروز 11 تن از اثر حادثه ترافیکی به این بیمارستان انتقال داده شده که یک تنشان جان باخته و وضعیت 4 زخمی نیز وخیم گزارش شده است. اولی ساعت 2:30 بجه شب از اثر حادثه ترافیکی که در مسیر شهرهای بغلان سمنگان رخ داده بود در حدود 10 نفر به شفاخانه مراجعه نمودند، 10 زخمی به شفاخانه آورده شد که یک زخمی ماست طبقه وناس بود و 9 نفر طبقه ذکور. به گفته منابع شماری از زخمیان به بیمارستان ولایتی سمنگان نیز انتقال داده شدند. زم په دغه مټر کې ولم خو موږ بیا شاته د شاپ سټریټ کې ناس و موږ ته څه تکلیف نه دی رسیدلې خوشی وی نه یو په موږ زموږ نه نفر او په موږ نو نفر کې درې نفر پاتې دي. مټر د ټیلر سره ټکر شوی وو نو دلته مو به خطر تقریبا نیم ساعت دو ساعت نیم ساعت قدر مخ پراته وو خو دې سر مخ خپل پراته وو استادانه باندې چیرېدو چا نه راپورته کول په هغه کې په هغه پیلن حال کې تقریبا دوه دانې ښځې وې دغه مړې سوې وې او 15 دانې نر وو نور مخ خپل په ځان نه پیدلې مخ خپل بله بیرانه سوې وو. شاهدان عینی دلیل وقوع این رویداد را بی توجهی راننده موتر 580 عنوان می کنند. بنبست ممنوعیت آموزش دختران، چرا حکومت سرپرست در مکتب ها را بازگشایی نمی کند؟ پرسش که با گذشت بیش از 11 ماه هنوز هم بی پاسخ مانده. شمار از فعالان حقوق زن و دانش آموزان دختر خواهان بازگشایی بیدرنگ مکتب ها سوی امارت اسلامی هستند. سهیلا یوسفی. بنبست ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان. شمار از فعالان حقوق زن و دانش آموزان دختر خواهان بازگشایی بیدرنگ مکتب ها از سوی امارت اسلامی هستند. آنان میگویند که آینده یک کشور به آموزش و پرورش وابسته است و کشوری که در آن آموزش ممنوع باشد آینده تری خواهد داشت. اقدامات صریح و عملی در رابطه با راه برون رفت و معضلات ذات البینی و معضلات ریشه‌دار نقض حقوق بشر و حقوق زن به افغانستان سنجیده نشود، اعلامیه‌های شعاری هیچ دردی را دوا نخواهد کرد. نمی‌فهمم چرا صدای ما هیچ وقت شنیده نمیشه. اگر شنیده میشه توجه نمیشه. از امارات اسلامی خواستم عزیز لطفاً در مکاتب برای ما باز بکنین و ما را از حق خداوند جل الله داده محروم نسازید و از جامعه جهانی هم خواسته هستیم در کنار ما بیستن، صدای ما را بشنوند. با این حال برخی دیگر از آگاهان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا بیشتر از این زمان را از دست ندهند و بر رعایت حقوق زنان به ویژه حق آموزش و کار آنان گام‌های عملی بردارند. حکومت امارات اسلامی هر چیز زودتر تصمیم میگیرد درهای مکاتب بر روی میلیون ها دختر باز کنند و امی قسم درهای دیگه که امروز بر روی خانوایی سرزمین بسته شده همچنان هر چیز زودتر باز کنند و حق و حقوق همه شهروندهای افغانستان در نظر بگیرد، بخصوص از نیمه پیکر جامعه را. پیش از این نیز دیدبان حقوق بشر هم تاکید بر این داشت که محدودیت بر آموزش دختران پیامدهای ویرانگر برای دختران، خانواده ها و آینده کشور در پی دارد. بسته ماندن مکاتب دخترانه پیامدهای منفی بر حقوق بشر و رشد اقتصاد کشور خواهد داشت.
اگر طالبان حکومت موفق همشمول و دور از تبعیضات جنسیتی میخواهند، باید اجازه کار، تحصیل، مشارکت های سیاسی و اجتماعی را برای زنان فراهم بسازند و به صدای زنان افغانستان گوش دهند. طالبان از روز ایجادشان در سال 1994 اینا همیشه گفتن که ما مخالف درس، تعلیم، کار زنان نیستیم، اما شرایط مساعد نیست. ای 26 سال شده که تکرار میشه این جمله، اما عمل باید ببینیم که در واقعیت چی رخ میده. این در حال است که امارت اسلامی 11 ماه پیش در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند. تأکید کردند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت میکند و در بخش بازگشایی مکتب‌های دخترانه هم روی یک طرح کار جریان دارد. اما با گذشت بیش از 300 روز هنوز هم روشن نیست که مکتب‌های دوره متوسطه و لیسی دخترانه چه زمانه و تحت کدام شرایط دوباره گشوده خواهد شد. سوال هم در مهمترین های از جهان. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفرش به خاورمیانه پس از اسرائیل و فلسطین به عربستان سعودی رفته است. آقای بایدن با یک پرواز مستقیم از اسرائیل به عربستان سعودی رفته است تا در نشست سران کشورهای متحده آمریکا در خلیج فارس شرکت کند. جو بایدن میگوید که در جریان ملاقات با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی موضوع قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار اهل عربستان را مطرح کرده است. همزمان دو کشور موافقت کرده تا باید از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنند. با این حال آقای بایدن گفته که دو کشور در مورد سایر مسائل به توافق رسیدند. بر اساس یک بیانیه مشترک دو کشور در مورد اهمیت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توافق کردند. بر اساس این بیانیه که خبرگزاری رسمی عربستان منتشر کرده، آقای بایدن بر تعهد پایدار و جدی کشورش بر حمایت از امنیت عربستان تاکید کرده است. در بیانیه مشترک که پس از گفتگوی جو بایدن با مقام‌های ارشد عربستان سعودی منتشر شده آمده است که آمریکا و عربستان سعودی بر تعهد خود به ثبات بازارهای جهانی انرژی تاکید کردند. همزمان آقای بایدن پیش از سفر به عربستان سعودی با محمود عباس رهبر اداره خودمختار فلسطین در شهر بیت لحم در نوار غزه دیدار کرده است. آقای بایدن گفته که حل منازعه میان اسرائیل و فلسطین شاید دور به نظر برسد، اما تاکید کرده که برای حل این منازعه تلاش خواهد کرد. همزمان با سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه، ایران از تجهیزات نظامی جدید خود شامل نو دسته و زیردریایی‌های پهپادبر رونمایی کرده است. مقام‌های نظامی ایران گفته که این اولین نو دسته پهپادبر نیروی دریایی راهبردی ارتش این کشور است که یگان‌های شناور سطحی و زیرسطحی با حمل انواع پهپادهای رزمی، شناسایی و انهدامی را شامل می‌شود. احمد ولی هوتک، ورزشکار ناماشنای مبارزه‌های آزاد کشور، توانست پس از 3 راوند نفسگیر حریف روسیه‌اش را با کسب امتیاز شکست دهد. هوتک همچنان از پیشنهاد یک سازمان مبارزه‌های آزاد دیگر پس از پیروزیش خبر می‌دهد. مبارزه احمد ولی هوتک در قفس مبارزه‌های آزاد در روسیه. هوتک، مبارز ناماشنای مبارزه های آزاد کشور، توانست پس از 3 راوند حساس و نفسگیر با کسب امتیاز حریف روسیه‌اش را شکست دهد. خوشبختانه بعد از 3 راوند نفسگیر فیروز میدان شدم و این پیروزی را برای تمام ملت افغانستان تبریک می‌گویم. امیدوار هستم که از فایت ما لذت برده باشند. او همچنان از پیشنهاد یک سازمان مبارزه های آزاد دیگر پس از پیروزیش خبر می‌دهد. بار از فایت اولم، یعنی از یک سازمان دیگه برم پیشنهاد فایت شد، امیدوار هستم و خدا کنم که بازترین فرصت به تماماتم برگردم و دوباره اعلان کنم که امرانیاری باز منتخب مسابقه کنم. هوتک با این پیروزی به 12 پیروزیش و تنها یک شکست دست پیدا کرد. چهاردهمین دور جشنواره رشته هندبال از سوی سازمان جهانی این رشته با حضور ورزشکاران تیم ملی هندبال کشور در ولسوالی پغمان کابل را اندازی شد. در این جشنواره ملی پوشان هندبال کشور در یک بازی دوستانه به مسافه پم رفتند. چهاردهمین دوره جشنواره رشته هندبال با ارائه نمایش ها در پایتخت. این جشنواره ورزشی هندبال از سوی سازمان جهانی این رشته میان ورزشکاران تیم ملی هندبال کشور در پغمان کابل برگزار شد.
در این جشنواره ملی پوشان هندبال ضمن ارائه نمایش های این رشته در یک دیدار دوستانه در برابر هم به رقابت پرداختند. مسئولان فدراسیون هندبال افغانستان با راه اندازی جشنواره ها و رقابت های ورزشی این رشته می گویند آنان در تلاش گسترش این رشته در سطح کشور و حضور یافتن بازیکنانشان در رویدادهای بین المللی هستند. 16 ولایت ما میتونیم که دعوت کنیم در افغانستان در کابل که مسابقات خود را بگیریم و ما میتونیم که از این چهره های خوبتر از 16 ولایت که میای از چهره های خوبتر بر تیم ملی خود انتخاب کنیم که تا بتونیم در سفرهای خارجی دستاورد خوب داشته باشیم. هندبال بازان تیم ملی از راه اندازی این رقابت ها ابراز خرسندی می کنند. هر قدر که مسابقات برگزار میشه یا همچون برنامه برگزار میشه سطح ورزشکارا را بالا میبره. در مسابقه هندبال پر دیر کار کول غواړي ډیر کار کیږي او کی او کولې سي زه افغان یو ډیر پیشرفت کړی افغانستان د هندبال پر خده. این جشنواره ورزشی هندبال با حضور بیش از 100 ورزشکار در رده های سینی گوناگون به مدت یک روز برگزار شده بود. الهام از وضعیت آب و هوای فردای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان و همچنان نرخ ارزها در بازار امروز کابل بدانید. ممنون که تا حالا بیننده مهمترین ها این ساعت خبری از یک بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.